دکتر جان. جان دکتر. داری چی کار میکنی؟ دارم نامه به خدا مینویسم. چی؟ نامه به خدا. مگه همه مثل تو بی‌اعتقادن؟ یعنی چی نفهمیدم؟ بابا دارم به خدا نامه مینویسم. میخوای بخونم؟ لطفاً. خدایا به هم شانس که ندادی، پول که ندادی، کارم که ندادی، یه ماشین خوبم که ندادی، خونم که ندادی، یه زن خوبم ندادی، لطفا با ذکر مثال علت خلقت ما رو در 2 ساعت توضیح دهی. راستی تو چه هنوز تو صفحه فیسبوک برای من ریکوست نفرستادی؟ دکتر راستش فکر میکنم ممکنه، واقعیتش میترسم پرروشی. ها؟ بچه پولیو، من معروفترم یا تو؟ من همه دنیا منو میشناسن، من دکتر خفنم. میدونی فقط شما ایرانی ها، همچی میگم ایرانی ها، من خودم این ایرانی ها، ولی فقط یه ایرانی میتونه کسایی رو که نمیشناسه تو این شبکه اجتماعی اد کنه، تو این فیسبوک اینا، اون وقت کسایی که میشناسه رو بگه ولش کن بابا، ادش نکنیم شاخ میشه. واقعا میخندی؟ واقعیت تلخ زندگی ما. واقعیت خنده داره. حالا که اینجوری شد میگی به خانما گیر نده، من میخوام یه گیر بدم حسابی، البته روحیه میخوام بهتون بدم. آماده این خانما؟ خانم هایی تو خونم آمادن؟ ببین این قضیه کمبود داماد و شوهر، خب فقط مختص شما خانم ها روی زمین نیست، تو دریان وجود داره. میدونی؟ چجوری؟ این همه عروس دریایی در این قضیه داماد دریایی. بابا 4 تا حرف درست و حسابی بزن، خسته شدم از دست دیگه. خسته شدی حرف عاشقانه بزنم؟ آره تونستی چند تا حرف عاشقانه بزنی. یه تأثیر مثبتی رو این بیننده های بابا این همه من تأثیر مثبت داشتم. میدونی مشکل شما چیه؟ مشکل اینه که ما میایم حقایق رو در قالب طنز بیان میکنیم، بعد شماها بهتون بر میخوره، فکر میکنین جوک تحویل نمیگیرین. تازه کلی هم من حرفای جدید زدم، اینم که برمیگردم میگم عروس دریایی وجود داره، داماد دریایی نداره، جز کشفیات منه. خدایا کی بهش فکر کرده بودی تا حالا؟ عمرن اینو داشته باش تا من برم دنبال بقیه اکتشافاتم. اصلا تو هر برنامه میخوام از اکتشافاتت برات تعریف کنم. اما حرف عاشقانه فکر میکنی من بلد نیستم؟ من زن ندارم. اگه یه دوست دختر یا زن داشتم من کلی حرف عاشقانه بلد بودم بزنم. اصلا زن آدم باید موهاش بلند باشه که وقتی داره ظرف میشوره بری چنگ بندازی تو موهاش، سرشو محکم بکشی عقب، محکم بوسش کنی، بعد اون دردش بیاد با دستکش کفی اینجوری بزنه تو صورت تو، اصابانشی با کله بزنه تو صورتش، دماغش خون بیاد، کتککاری، بعد نوبه طلاق بگیره. من قرصمو خوردم؟ نمیدونم قرصمو خوردم. سکوت. خودت هم میدونی چقدر روانی هست. روانی چه؟ درست صحبت کن. روانی درست صحبت کن. روانی چه؟ تقصیر فرهنگ ماست اینجوری شدیم. تقصیر فرهنگ ماست. کدوم فرهنگ؟ چرا میندازی گردن فرهنگ؟ بابا روانشناسا چطور حق داره هر مشکلی که تو زندگی داریم بگه برو از پدرت شکایت کن، برو از مادرت شکایت کن که این شکلی تو رو تربیت کرده؟ خب من اجازه ندارم در مورد فرهنگمون حرف بزنم. خدا وکیل معاوره ما همین جوریه دیگه. بارها گفتم مثلا وقتی تو میری دکتر، خب این منجی دکتر خودشو بیشتر از خود دکتر برات میگیره. این یه بخش فرهنگ ماست دیگه. اما فقط مختص به این چیزام نیست. ببین رفته بودم قصابی، خب رفته بودم تو ایران قصابی، قصابی خیلی شلوغ بود، قصابی گوشت هر کی آماده میشد اینجوری صداش میکرد، گوساله که بود، گاو بیاد اینجا، نه گوسفند بیاد اینجا. به من که رسید گفت تو گوسفندی؟ اصلا مونده بودم چی بگم، گوسفند هفت‌جد آبادت ولی هیکل گنده اینا. با لکنت گفتم نه من گاوم. گفت ما اینجا گاو نداریم، همه یا گوسفندن یا گوساله. ببین دوستش بکشمش. این فرهنگ یعنی میخندی؟ میخند خوبه گریه کنم؟ گریه کن. آه گفت گریه، یاد یه چیز افتادم. شاهکار، گوش کن دوستم. خب با کلی زده بود با نارگیل تو سر، رفته بود این گروسری سبزی فروشی ها، خب رفته بود اونجا کار کنه. خب با همدیگه رفته بودن اونجا، بعد یارو برگشته بوده مکزیکی، بهش گفته بوده که آقا من هیچ میوه‌ای نمیتونه اشک منو در بیاره، پیاز میتونه فقط اشک منو در بیاره. دوست منم ورشه بود با نارگیل اینجوری زده بود تو سرش، شکسته بود، خونی داشت، گریه میکرد. صاحبکار اومد گفت احمق چرا این کارو کردی؟ گفت آخه این رو حرفش وایساده بود، میگفت فقط پیاز اشک منو در میاره، میخواستم بهش ثابت کنم میوه‌ای دیگه هم میتونه اشک تو در بیاره. واقعا ولی دقت کرده بودی تو این برنامه؟ تنها چیزی رو که کم داشتیم این بود که شما به صنف سبزی فروشا گیر بدین. بابا جوک نگفتم، خاطره گفتم.
خاطره گفتم. اصلا حالا که اینجور شد فقط به خاطر که چش تو یکی در بیاد در مورد گروسری و سبزی فروشا. اما سبزی فروش دیدی سبزی آش داری؟ نه سبزی آش داری دیدی اما سبزی فروش دیدی من تو رو میخوام دیدی خدافظ من دیدی.